درود به شما براندازهای عزیز. در این هفته پرسپولیس با افتضاح علیرضا بیرانوند، دروازه‌بانی که مرزهای کاسلیسی رو جابجا کرده، مقابل آلومینیوم عراق شکست خورد. گلی که بیرانوند از وسط زمین خورد چوب خدا بود و بس. بیرانوند فقط چند روز بعد از اینکه بزرگترین آرزوش رو اعلام کرده بود این بلا سرش اومد. گفته بود آرزوش اینه که در روز 22 بهمن جام قهرمانی آسیا رو برای خامنه ای به تهران بیاره. یادم بعد از بازی فلسطین و خوشحالی نکردنشون به خاطر مردم این کشور به تیمشون گفتم گله شغال ها. اون موقع خیلی به این حرف فکر نکرده بودم، ولی الان دیدم که بهترین توصیف ممکن رو کرده بودم. از شغال فقط شغاله که حمایت میکنه. امروز طارمی برای بیرانوند پست زده و نوشته برادر زندگی ادامه داره، در ادامه راه موفق و سربلند باشی برای تیم محبوبمون. قبل از انقلاب زنده یاد مهسا امینی یه گزارشگر ورزشی بودم و حالا بهتون میگم طارمی در اینتر به وضعیتی به مراتب بدتر از سردار آزمون در روم دچار خواهد شد. بازیکنایی که برای فلسطین چفی انداختن ولی برای مردم ایران که داشتن توی خیابون کشته میشدن هیچ اقدامی نکردن. بازیکنایی که همشون روی هم به اندازه لوکاکو شرافت ندارن. لوکاکو بهترین گلزن تیم ملی بلژیکه، ولی اصلیتی کنگویی داره. فقط چند سال اونم توی کودکی در کنگو زندگی کرده، ولی در بازی این هفته روم مقابل فاینورد و درست مقابل چشمان جهانبخش بهش درس شرافت داده. بازیکنهای کنگو در واکنش به خشونت دولت این کشور در قبال مردم در جام ملت‌های آفریقا دست راستشون رو گذاشتن روی دهنشون و با دست چپ به سر خودشون شلیک کردن. لوکاکو در حمایت از مردم کنگو این حرکت رو تکرار کرد تا صدای مردم این کشور رو به گوش همه دنیا رسونده باشه. وضعیت لوکاکو رو مقایسه کنیم با یکی از شغالای تیم ملا به اسم حسین کنعانی‌زادگان، بازیکنی که توی کشور خودش هم منفوره. بعد از بازی با آلومینیوم هوادارهای پرسپولیس با شعار حسین اتوبوسی به سمت اتوبوس تیم بدرقش می‌کردند که کنعانی یه دفعه رم کرد و بهشون حمله ور شد. هوادارای عراقی چندین بار با شعار ترابی سن احتمال از کاسلیس‌ترین بازیکن تاریخ فوتبال هم استقبال کردند که هر بار صدا و سیما صدای تماشاگرها رو قطع می‌کرد. نصف همین کفدارای تیم ملا برای کوروش کمپانی هم تبلیغ کردند تا هزاران نفر رو فریب بدن و به دام مالک این شرکت بندازن. خودشون گوشی و پول گرفتن تا هزینه اتوبوس بازیاشون در بیاد، ولی مردم مثل همیشه تبدیل شدن به مال باخته. یه عده‌شون حتی بعد از اینکه کوروش کمپانی پلم شد بازم براش تبلیغ میکردن، اونم به خاطر اینکه امیر حسین شریفیان گفته بود توی پارکینگ خونش گوشی‌های مردم رو تحویل میده. این قولو من بهتون میدم که همون روزی که ما گفتیم گوشی تحویل میدیم، اگر پلممون باز نشد من تو پارکینگ خونمون میسندلی میچینم گوشیاتون رو بهتون تحویل میدم. این حرف ماست، من دارم از دهنم صحبت میکنم. اگر تا روز دوشنبه پلوم شرکت باز شد که خیلی عالی، طبق روال ادامه خواهیم داد. اگر باز نشد تو پارکینگ خونم میسندلی میچینم گوشی های مردم رو تحویل خواهم داد. اگر کسی هست که به کوروش کمپانی مراجعه کرده، لطفاً تجربه و چیزی رو که دیده برای بقیه توی کامنت ها بنویسه. اما واقعاً تعجب میکنم از کسی که هنوزم سلبریتی حکومتی رو دنبال میکنه. همه این سلبریتی های حکومتی برای منافع خودشون حاضرن همه مردم ایران رو قربانی کنن، بعدش هم میگن به من چه، میخواستی باور نکن. جایی از دنیا داریم زندگی میکنیم که مثل همه جای دنیا بالاخره تبلیغات انجام میشه، تبلیغات انجام میدن، ولی اونی که تخلف میکنه حالا هر جوری که میشه میره یا هست پاسخگو باشه، اونی که باید فوش بخوره و جواب پس بده اونیه که تبلیغ کرده. ما نه دسترسی داریم، نه تواناییشو داریم استعلام کنیم، و تا زمانی هم که قانونیشو میگم و تا زمانی هم که اون طرف صاحب برند تخلف نکرده که نمیتونن قصاص قبل جرم کنن که طرف داشته تا 3-4 روز پیش تحویل میداده، 3 ماه شده 4 ماه 5 ماه ولی داشته میداده، حالا الان نداده جمع کرده رفته،
به من و کسانی که تبلیغ کردن ارتباطی نداره. اینو در جریان باشید. به هر حال من عذرخواهی کردم که این آداب عذرخواهی کردن همه یاد بگیرن، همه یه واکنشی نشون بدن، ولی به ما ربطی نداره واقعا. حالا فکر میکنید امیر حسین شریفیان در حال حاضر کجاست و داره با 2000 میلیارد تومان پولی که با کمک بیرانوند و کنانی زادگان و البته همکاری قوه قضاییه و حتما یکی از مسئولین به جیب زده چی کار میکنه؟ شاید عکس امیر حسین شریفیان در حال خوشگذرونی در دبی رو دیده باشید، ولی امروز شریفیان در حال اشغال با دختران مسئولین در دبی شکار دوربین شده. برای اینکه با امیرحسین شریفیان بیشتر آشنا بشید کافیه فقط یک کلیپ کوتاه تماشا کنید. امیرحسین شریفیان بازیگر نمایشی بود که در پشت صحنه‌اش مسئولین فاسد حکومت خامنه‌ای و حتما انگلزاده‌هاشون حضور داشتند. آقا چی شد اینقدر کوروش کمپانی معروف شد؟ لطف خدا بود و حاصل 6 سال زحمت. البته مدیریت هوش خودتون هم بوده. خیلی ممنونم. البته این نکته رو بگم که همیشه دوست داشتم معمولی نباشم و تو کار خودم خاص باشم. خدا بهم لطف کرد. با این حاشیه ها چه میکنید که برای کوروش کمپانی درست کردن؟ والا حاشیه که همیشه برای کارا و آدم های بزرگ تو ایران هست، ولی مهم اینه که محکم وایسی و بگی اول خدا و محکم و با قدرت به هدفت بکنی. متاسفانه تو ایران هر کی که توی صنفش بزرگ میشه همه هم صنفیاش جمع میشن که بزننش دمید، ولی ما محکم تر از این حرف کنیم. و هدف شما چیه تو کار؟ معلومه، اول اینکه موفقیت مجموعه خودم بعد 6 سال زحمت و بعد خدمت به جوانای مملکتم که بودجه خرید گوشه گرون رو ندارن. من سعی کردم اینو حل کنم، حالا به هر روشی که تونستم. گاهی آیفون میدم 20 تومن. این درد داره برای خیلیا که نمیتونن و میخوان گرون بفروشن و همشون هدفشون اینه که ما رو بزنن زمین، ولی مهم نیست. اصلا من فقط به هدفم فکر میکنم. چند وقت گوشه ارزون میدین؟ حدود 10 ماه تا یک ساله بیش از ده ها هزار دستگاه دادم دست جوان و خانواده و همشون راضین و ما هم راضیم، ولی خب متاسفانه خیلی ها ناراضین. هدف بعدیتون چیه؟ هدف بعدیم واردات خیلی از محصولاته که اونا رو هم ارزون بدم دست مردم. اونجا هم مطمئن باشید خیلی ها دردشون میگیره، ولی مطمئن باشین میکنم این کار. آی شریفیان خیلی خوشحال شدم. من بیشتر، ولی یه چیزی بگم، میدونید چرا سر پا هستیم و محکمتر از قبل پیش میریم؟ چرا؟ چون دعای خیر خیلی از مردم و خانواده ها دنبال ما بابت اینکه بوشی دستشون دادیم، دست جوونشون دادیم. همین بسته برام. پس رقبا بدونم با دعای خیر مردم که پشت سرمونه محکمتر از قبل جلو میریم و ازشون میخوام تو کار خودشون یه چیزی بشن به جای زدن ما. روزتون بخیر.